داستانی از زندگی چرچیل چرچیل سیاستمدار بزرگ انگلیسی در کتاب خاطرات خود می نویسد. زمانی که پسر بچه یازده ساله بودم روزی سه نفر از بچه های قلدر مدرسه جلو من را گرفتند و مرا لط و کوب کردند و پول من را هم به زور از من گرفتند. وقتی به خانه رفتم با چشمانی گریان قضیه را برای پدرم شهر دادم. پدرم نگاهی تحقیرآمیز به من کرد و گفت من از تو بیشتر از اینها انتظار داشتم واقعا که مایه شرم است که از سه پسر بچه ای نادان لط بخوری فکر می کردم پسر من باید هوشیارتر از اینها باشه ولی ظاهرا اشتباه می کردم بعد هم سری تکان داد و گفت این مشکل خودت است باید خودت حلش کنی چرچیل می نویسد وقتی پدرم حمایتش را از من دریغ کرد تصمیم گرفتم خودم راهی پیدا کنم اول گفتم یکی یکی می توانم از پسشان بر بیایم. آنها را تنها گیر می آورم و حسابشون را میرسم اما بعد گفتم نه آنها دوباره با هم متحد می شوند و باز من را لط و کوب می کنند. ناگهان فکری به خاطرم رسید. سه بسته شکلات خریدم و با خودم به مدرسه بردم. وقتی مدرسه تعطیل شد به آرامی پشت سر آنها حرکت کردم، آنها متوجه من نبودند. سر یک کوچه ی خلوت صدا زدم، ای بچه ها صبر کنید. بعد رفتم کنار آنها ایستادم و شکلات ها را از جیبم بیرون آوردم و به هر کدام یک بسته دادم. آنها اول با تردید به من نگاه کردند و بعد شکلات ها را از من گرفتند و تشکر کردند. من گفتم چطور است با هم دوست باشیم. بعد قدم زنان با هم به طرف خانه رفتیم. معلوم بود که کار من آنها را خجالت زده کرده بود. پس از آن ما هر روز با هم به مدرسه می رفتیم و با هم برمیگشتیم. به واسطه دوستی من و آنها تا پایان سال همه از من حساب می بردند و از ترس دوستهای قلدرم هیچ کس جرات نمی کرد با من بحث کنه. روزی قضیه را به پدرم گفتم. پدرم لبخندی زد و دست من را به گرمی فشرد و گفت آفرین. نظرم نسبت به تو عوض شد. اگر آن روز من به تو کمک کرده بودم تو چه داشتی؟ یک پدر پیر غمگین و سه تا دشمن جوان و عصبانی و انتقام جو. اما امروز تو چه داری؟ یک پدر پیر خوشحال و سه تا دوست جوان و قدرتمند. دوستانت را نزدیک خودت نگهدار و دشمنانت را نزدیکتر.